یوتیوب عزیز، تو به خاطر فوش دادن طرف رو دیمانیتایز میکنی، ولی با کسایی که داکس میکنن، کپی رایت فیک میزنن و شورتشون رو وسط استریم میکشن پایین، هیچ کاری نداری. خانم اس اسنایپر ولف به دلایل نامعلومی یکی از معروف ترین ریاکت یوتیوبرای جهانه و چند وقت پیش مرتکب یه جرم خیلی بزرگ میشه، ولی آیا مجازات میشه؟ ماجرا از اینجا شروع میشه که مدتی پیش یه انیمیتور معروف به اسم جکس فیلم تصمیم میگیره برای شوخی به ویدیوهای اس اسنایپر ولف که خودشون ریاکت بودن ریاکت بره. دلیل این کارش هم این بوده که توی چند سال اخیر یه سری بحث سر کانتنت ریاکت شده بود و میگفتن که محتوا رو بی‌ارزش میکنه و باعث خوردن حق تولید کننده اصلی میشه. در هر صورت آقای جکس فیلم یه شوخی ساده میکنه و به یه ویدیوی اس اسنایپر ولف ریاکت میره، ولی خانم اس اسنایپر ولف این موضوع رو یه تهدید حساب میکنه و به جای اینکه قضیه رو بذاره کنار تا فراموش بشه، تصمیم به انتقام میگیره و اون همه راه و تا خونه آقای جکسفیل میره و در خونه‌شو استوری میکنه و بالاش هم این متن نسبتاً تهدیدآمیز مینویسه: این خونه جکسفیلمه، برم بهشون سر بزنم. در واقع با این کارش نه تنها جکسفیلم رو عملاً تهدید میکنه، بلکه آدرس خونه‌ش هم لو داده، که این کار خودش یه جرم به اسم داکس که بر طبق اون نباید هیچ گونه مشخصاتی از زندگی واقعی یه شخصیت آنلاین رو منتشر کرد، مگر اینکه خودش اجازه بده. طبق قوانین یوتیوب هم داکس کردن انقدر جرمش سنگینه که اون باید تا ابد از یوتیوب برداشته بشه و به اصطلاح دی پلتفرم بشه. ولی باید به این نکته توجه کرد که خانم اس اسنایپر ولف روزانه برای یوتیوب میلیون ها دلار پول درست میکنه و یوتیوب هم گفت بابا چیزی نیست، که فقط آدرس خونش رو لو داده، اشکالی نداره. ولی ایشون نتونست خودش از دردسر دور نگه داره و یه ویدیو ازش در اومد که خودش رو به عنوان یه دختر 17 ساله معرفی میکنه و یه دختر 16 ساله رو گول میزنه تا لباسش رو بکشه بالا، که مطلقاً جرم سنگینی علیه بچهای زیر سن قانونیه. و یوتیوب دوباره چیکار کرد؟ گفت که بهش فکر میکنه. بعدش هم یه دیمانیتایز موقتی بهش داد و اس اسنایپر ولف هم یه عذرخواهی خوش کرد.